بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت 13 از برنامه خوب بعدش چی میشه میخواییم به یک موضوع بسیار متفاوتی نسبت به موضوعاتی که در قسمت‌های قبل صحبت کردیم راجع بهشون بحث بکنیم. موضوعی که میخواییم تو این قسمت بهش بپردازیم یکی از موضوعات بسیار داغ و بحث برانگیز دنیای فناوری و تکنولوژی هست، بینگ جدید. شرکت مایکروسافت سالهای سال یک موتور جستجوی در واقع به نام بینگ داشت که مثل مرورگر اینترنت اکسپلوررش خیلی کسی ازش استفاده نمی کرد و حتی سهامدارای شرکت مایکروسافت هم از این دلخوشی نداشتن و حتی ازش بدشون می اومد. اما شرکت مایکروسافت اومد و اولا با توجه به رقابت هایی که با شرکت گوگل داشت به عنوان مایکروسافت و گوگل به عنوان دوتا غول در واقع صنعت فناوری و از شرکت‌های برتر تو این حوزه با هم رقابت‌هایی که داشتن و دوم با توجه به اینکه نیازهای مخاطبینش و مشتریانش و اینکه داشت تو این حوزه عقب میمون اومد و این تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. یعنی چی کار کرد؟ مایکروسافت اومد و این در واقع موتور جستجوی خودش رو به همراه مرورگر بروز شده خودش به نام اچ کرومیوم رو توسعه داد، دیولپ کرد، یک مرورگر بسیار خوب و بروز تولید کرد، بینگ رو هم بروز رسانی کرد و با توجه به سرمایه گذاری های چند ساله خودش که توی شرکت اوپن ای آی تو حوزه هوش مصنوعی انجام داده بود، اومد هوش مصنوعی رو به این موتور جستجو وصل کرد و این ستا رو با هم به عنوان یک کمک خلبان، یک فردی که میخواد توی این فضای مجازی پرواز بکنه، کمک خلبان هوش مصنوعی رو ارائه کرد. فعلا این بینگ جدید در بازار برای یک عده محدودی فعال شده، یعنی در دسترس عام قرار نگرفته، فعلا در مرحله دیباگینگ و رفع عیوب هستش، اما خب به زودی در دسترس عام هم قرار خواهد گرفت. ویژگی های بسیار خاصی داره، نکات مثبت بسیار زیادی داره و البته نکات منفی و تهدیداتی هم داره که تو این برنامه به اندازه وقتمون و به اندازه وسعمون میخوایم به برخی از اونها بپردازیم. خب همونطور که تو در واقع بخش قبلی اشاره کردیم، این هوش مصنوعی بینگ جدید نقاط قوت و نقاط ضعف در واقع مختلفی داره. تو این بخش میخوایم به چند تا از نقاط قوت این سیستم بپردازیم و با همدیگه در واقع یه بخشایی ازش رو تست بکنیم و چند تا سوال عملا ازش همین الان بپرسیم. من اول باهاش سلام و احوال پرسی میکنم، ازش میخوام خودشو معرفی کنه و یکی دو تا سوال علمی هم ازش میپرسم. خب من نوشتم که سلام، الان داره جستجو میکنه، در واقع دنبال پاسخ هستش. جواب نوشت که سلام، این بینگ است، چطور میتوانم به شما کمک کنم؟ من ازش میخوام خودش رو معرفی کنه. نوشتم که میشه خودت رو برای من معرفی بکنی؟ خب پاسخ نوشته که متاسفم اما من نمیتوانم درباره خودم صحبت کنم. من یک جستجوگر وب هستم و میخواهم به شما پاسخهای مفید بدم. که جالب هست، خیلی راجع به خودش دوست نداره صحبت بکنه. سوال علمی ازش بپرسیم. میخوام تفاوت بین زلزله 8 ریشتری و 6 ریشتری ازش بپرسم که چقدر قوی تر هستش. من نوشتم که زلزله 8 ریشتری چقدر قوی تر از زلزله 6 ریشتری هستش. خب جوابی که برام نوشت اینه، بر اساس مقیاس ریشتر یک زلزله 8 ریشتری حدود 1000 برابر قوی تر از یک زلزله 6 ریشتری هستش. این به این دلیل است که مقیاس ریشتر به صورت لوگاریتمی است و هر واحد افزایش در آن نشان دهنده 32 برابر شدن انرژی آزاد شده توسط زلزله است. پاسخ کاملی به ما داد. خب یه سوال علمی دیگه ای میخوام ازش بپرسم. میخوام بپرسم وقتی یه بچه تب کرد چیکار باید انجام ببینیم؟ ببینیم چجوری جواب میده. پاسخی دیگر مینویسه خیلی جالب هستش. تب در کودکان ممکن است نشانه عفونت یا بیماری باشد. اگر کودک دو ساله شما تب کرد باید دقت کنید که تب چقدر طول می کشد و چه علائم دیگری دارد و
برای اندازه‌گیری تب می توانید از دماسنج الکترونیکی استفاده کنید و سر آن را زیر بغل کودک قرار دهید. اگر تب بالاتر از 39 درجه سانتیگراد باشد، بهتر است با پزشک مشورت کنید. همچنین باید به رطوبت و خوراک کودک توجه داشته باشید و از لباس‌های سبک و نخی استفاده کنید. خیلی جالب بود. پاسخ‌های جالبی دادش تو این بخش. عرض کنم که ما یکی دو تا سوال علمی پرسیدیم، همطوری میشه باهاش صحبت کرد و ادامه داد. فقط میخواستیم به عنوان نمونه شما با بخشی از قابلیت‌های این سیستم آشنا بشید. میریم برای بخش بعدی. میخوایم یه سوال راجع به ایران ازش بپرسیم. برای همین من ازش در مورد اختشاشاتی که اخیراً توی کشور اتفاق افتاد پرسیدم و اینکه آیا آمریکا توی این اختشاشات پاییز 1401 که اتفاق افتاد مسبب اصلی بوده یا نه. پاسخ بینگ رو ببینیم. خب این سوال من هست که ازش پرسیدم. بینگ پاسخ میده که بنابر گزارش‌های به مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی بود که در 22 شهریور پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در تهران در اثر ضربات ماموران گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار شکستگی و جمجمه و مرگ مغزی شد. که خب همینجا می‌بینیم یه خورده پاسخ‌هاش سمت و سو داره. این حادثه باعث خشم و نارضایتی عده‌ای از مردم شد و منجر به بروز تظاهرات و راهپیمایی‌های علیه حکومت در شهرهای مختلف شد. بی بی سی فارسی نقل کرده که برخی از تظاهرکنندگان شعار آمریکا با ماست سر دادند، اما هنوز هیچ گونه دلیل قطعی یا رسمی برای نقش آمریکا در بروز یا تحکیم کارکننده‌ای در رابطه با اختشاشات پاییز 1401 یافت نشده است. بعدم گفته که آیا به دنبال جزئیات بیشتر هستین؟ منابعی هم که از اونها رفته و پیدا کرده خب ویکی‌پدیا هستش و بی بی سی هست که خب قاعدتاً این که سمت و سو داره پاسخش خب مشخص هستش. بعد گفته که آیا باز میخوای من بیشتر بهت کمک کنم یا اینکه نه فقط همینو میخواستی؟ که من میگم بله، جزئیات بیشتری رو بهم بگو. خب خوب است. برخی از جزئیات بیشتر در مورد اعتراضات پاییز 1401 عبارتند از اعتصاب و اعتراض کارکنان و کارگران صنعت نفت و پتروشیمی که بجز مطالبات حقوقی و صنفی خود همگام با معترضان به کشته شدن مهسا امینی شعار سیاسی سر دادند، دستگیری، بازداشت و آزار و اذیت تعداد زیادی از تظاهرکنندگان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی، عدم پاسخگویی یا تحقیق درباره قاتل یا قاتلان مهسا امینی، عدم اشاره رهبر جمهوری اسلامی به رویداد در سخنان خود. آیا شما به دنبال پاسخ به سوال خاصی هستین؟ که باز منابعش هم به صورت خاص بی بی سی هست که میبینیم جهت‌دهی شده هستین پاسخهایی که داره به ما میده. راجع به سوالاتی که در مورد ایران ازش پرسیدم و آشوب‌های اخیر کشورمون چند تا نکته کوچیک عرض بکنم و جنبندی مطالب رو داشته باشیم. اولا نکته‌ای که اینجا به ما گفتش که خانم مهسا امینی بر اثر ضربات ماموران گشت ارشاد دچار شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شده. خب این طبق گزارشات مستند پزشکی قانونی و چیزی که پدر خود مهسا امینی در واقع بیان کردن، اتفاق از اساس دروغ هست و هیچ ضرب و شتمی انجام نشده بوده. نکته بعدی این که در واقع اعتصاب کارکنان در واقع صنعت نفت و پتروشیمی هم از اساس دروغ بودش. عدم پاسخگویی یا تحقیق درباره قاتل یا قاتلان خانم مهسا امینی، خب این هم دروغ هستش و تحقیقات گسترده همون موقع، نه الان، همون موقع انجام شد و مشخص شد که چه اتفاقی افتاده. نکته بعدی عدم اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به این اتفاق در سخنان خودشون هست که در واقع این هم جزو دروغ‌ها هستش که ایشون اشاره کردن در سخنانشون. و نکته بعدی باز اشاره‌ای که اینجا انجام داد به این که بازداشت بسیار طیف گسترده‌ای از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و اینها و آزار و اذیت اونها در زندان، که این هم باز یک دروغ بزرگ هستش. دیدیم همه گفته‌های اون حالا خانم روزنامه‌نگاری که از زندان گفته بود که ما اونجا عصرونه داریم، نهار داریم و خیلی لاکچری، چیزهای لاکچری که شاید حتی بیرون زندان هم به سادگی نشه تهیه کرد اونجا داشتن و این هم از اساس دروغ هستش. بسته به این که این موتور جستجو به کدوم یکی از منابع رجوع کنه و به کدوم یکی اولویت بالاتری بده، این پاسخ ها هم میتونه جهت‌دهی بشه. ما توی این پاسخ ها دیدیم که در واقع منبع اصلی پاسخ هایی که داره به ما میده بی بی سی هستش، بنابراین
انتظار میره که قاعدتا این پاسخ ها هم جهتگیری شده باشه. خب تهدیدی که برای ما اینجا به وجود میاد که اگر این در واقع هوش مصنوعی که یکی از رقبای بزرگ گوگل هستش در آینده، قطعا شک نکنید، حتی میده گوگل هم به این سمت رفته و هوش مصنوعی بارد رو داره توسعه میده و دیولوب میکنه و دیباگ میکنه، بنابراین یکی از رقبای بسیار بزرگ گوگل هست، اگر این گسترده بشه و همه گیر بشه، خطری که افراد جامعه رو تهدید میکنه اون نداشتن سواد رسانه‌ای هست. اگر کسی بیاد و با این درگیر بشه و وارد چت بشه و گفتگو بشه، خیلی نمیاد بره حالا منابع رو بخواد مثلا چک بکنه و میتونه این افکار رو دوباره باعث تشویش افکار یا جهت‌دهی و در واقع زاویه دادن با اون فکر درست و ایده اصلی باشه. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.